خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود دارم خدمت همه شما همراهان عزیز برنامه کاروبار. خوش آمدین به کاروبار امروز. طبق معمول باز هم مفری با فرهادی تا نیم ساعت در خدمت شما هستم، البته از ساعت 5 الا 5:30 عصر. پیشنهاد میکنم که همچنان این برنامه را بیننده باشین، چرا که بهترین موضوعات اقتصادی را انتخاب کردیم که در این لحظات که شما بیننده یه برنامه هستین خدمت شما تقدیم بکنیم. موضوع برنامه امروز ما ای است که چگونه و از کدام طریق میتونیم که درآمدزایی داشته باشیم. البته قبل از اینکه بریم روی راه‌های درآمدزایی که ما از کدام طریق میتونیم درآمدزایی داشته باشیم، نیاز است که درآمد را براتون تعریف بکنم. این که درآمد چی است؟ درآمد پول است که یک فرد یا هم یک شرکت در یک بازی زمانی یا هم یک فاصله زمانی مشخص از محل کالاها و خدماتی که برای دیگران فراهم کرده یا هم از سرمایه گذاری که براه انداخته به دست میاره. یا به زبان ساده اگر تعریف بکنیم، درآمد پول است که از طریق فعالیت‌های تجارتی وارد یک شرکت میشه. اما سوال اینجاست که حالا چطور میتونیم درآمدزایی داشته باشیم؟ یعنی با استفاده از کدام راه‌ها ما میتونیم که کسب درآمد بکنیم؟ اگر شماهایی که میخواین کسب و کار خود را داشته باشین یا شغل دلخواه خودتون را داشته باشین و نمیفهمین که چطور کسب و کار راه اندازی بکنین و بالاخره به درآمدزایی برسین و همینطور به خودکفایی، پیشنهاد میکنم که بیننده این برنامه باشین و همکاران ما در یک بسته معلوماتی در مورد راه‌های جالب و بهترین راه‌های درآمدزایی معلومات آماده کردن که با هم یک جا میبینیم. چگونه به درآمدزایی برسیم؟ تا به حال احساس کرده اید که هرچقدر هم که تلاش می کنید باز هم نمی توانید پول را پسنداز کنید. فکر می کنید پیدا کردن راه های برای پسنداز پول برای شما غیر ممکن است. شاید نیت انجام این کار را داشته باشید و حتی تلاش کنید که مخارج خود را کاهش دهید، ولی همیشه چیز پیش می آید و تمام درآمد شما خرج می شود. هر چیز ممکن است در زندگی رخ دهد. موتر شما به تایرهای جدید احتیاج پیدا می کند، یکی از وسایل خانه خراب می شود، خانه شما نیاز به تعمیر پیدا می کند و یا هر چیز دیگری. در مجموع اتفاقات زیاد ممکن است رخ دهند که اولویت بیشتری نسبت به پسنداز پول دارند و ناچار به خرچ درآمد خود می شوید. حقیقت این است که شما نیازی ندارید تا همه چیز به صورت خیلی جادویی در یک خط قرار بگیرند تا بتوانید پسنداز کردن را شروع کنید. اگر منتظر زمان مناسب برای پسنداز کردن باشید، این زمان هرگز ظاهر نمی شود. بنابراین بهترین زمان برای شروع این کار همین حالا است. با قرض خدافیزی کنید. پرداخت قرض ها ماهانه بزرگترین مانعی در راه پسنداز هستند. این پرداخت ها در واقع بخش زیادی از درآمد شما را به خود اختصاص می دهند. قرض ها در واقع درآمد شما را از بین می برند. بنابراین شاید وقت آن رسیده باشد که از شر قرض ها خلاص شوید. شما با پرداخت کوچکترین قرض ها شروع کرده و به مرور بزرگترین ها را نیز پرداخت می کنید. در ابتدا شاید تصور کنید که این کار خیلی دشوار است، ولی نگران نباشید. زمانی که درآمد شما آزاد شد، آنگاه می توانید برای آنها
برنامه ریزی کرده و پس انداز کردن خود را شروع کنید. البته در نظر داشته باشید، منظور ما از قرض‌های بیفایده پرداخت اقساط وام‌های نیست که به قصد سرمایه گذاری گرفته شده بودند، چرا که در این حالت شما به مرور زمان مشغول سرمایه گذاری و همان پسنداز هستید. بودیجه خرید خاروبار را کاهش دهید. خیلی از مردم زمانی که بودیجه بندی درآمد خود را آغاز می کنند، از بودیجه و هزینه های اختصاص پیدا کرده و بخش خاروبار شگفت زده می شوند. برای خیلی ها واقعا عجیب است که می فهمند هر ماه چقدر در فروشگاه های غذایی خرج می کنند. راه رفتن در راهروهای فروشگاه ها و برداشتن وسایل و خوراکی های مختلف واقعا کار آسان و حتی لذت بخشی است. اما همین خریدهای کوچک روی هم رفته مبالغ چشمگیری شده و بودیجه زیادی را به باد می دهند. اگر می خواهید هم در هزینه و هم در زمان خود صرفه‌جویی کنید، خرید آنلاین را انتخاب کنید. فروشگاه های مختلف امروز تمام وسایل مورد نیازتان را برای شما ارسال می کنند. بنابراین دیگر با قدم زدن در میان قفسه ها و دیدن خوراکی ها وسوسه نمی شوید که آنها را بخرید و تنها وسایل ضروری را سفارش می دهید. به عباره دیگر، با استفاده از خرید آنلاین شما تنها به لست اقلام مورد نیاز پایبند بوده و خریدهای هیجانی نمی کنید. اشتراک های خود را کاهش دهید. امروزه سرویس های پخش و سرگرمی اینترنتی مختلف راه اندازی شدند. شما ممکن است در چند سرویس مختلف ثبت نام کرده و حق اشتراک پرداخت کنید. حالا وقت آن است که در عضویت خود بازنگری کنید. تنها سرویس هایی را نگه دارید که همچنان و همیشه از آنها استفاده می کنید. اشتراک های کمتر استفاده شده را لغو کنید. اگر بعد از مدت متوجه شدید که واقعاً به آن سرویس احتیاج داشتید، هیچ مشکل نیست و مجدداً می توانید آنها را سفارش داده و تمدید کنید. یادتان باشد، برخی از این سرویس ها با شما امکان می دهند که چند نفره و به صورت همزمان از آنها استفاده کنید. به این شکل می توانید با دوستان و یا خانواده خود مشترک شده و در هزینه ها صرفه جویی کنید. با یک منبع درآمد اکتفا نکنید، همیشه در جستجوی منبع دوم هم باشید. حالا هم وقفه میگیریم و در ادامه مهمان داریم. باز هم عصرتان بخیر باشه بیننده های عزیز و ادامه برنامه کاروبار خوش آمدین و در این بخش ما میزبان یکی از بانوان موفق هستیم، بانو رقیه محمدی، بانوی با استعداد و متشبث، و در مورد ای که درآمدزایی چی هست و راه های درآمدزایی کدام راه ها هست صحبت می داشته باشیم. پس با ما همراه باشین. بانو رقیه سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به کاروبار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما فریبا فرهادی و تمام بیننده های تلویزیون یک. امیدوار هستم در هر جایی که هستن خوب و سعادتمند و سرحال باشن. سلامت باشی رقیه عزیز. زندگی چطور میگذره؟ خوب است. خوب است؟ بله. خدا رو شکر. خب همونطور که من قبلا اشاره کردم، موضوع امروز برنامه کاروبار موضوعی درآمدزایی هست. ما قبلا ها هم در مورد درآمدزایی از طریق برنامه کاروبار به بیننده های عزیز معلومات داشتیم و معلومات دادیم. حالا مشخصا یک برنامه را اختصاص دادیم به اینکه درآمدزایی چی هست و از کدام طریق ما میتونیم درآمدزایی داشته باشیم. به عنوان آغاز صحبت های ما، میشه بگوین که درآمدزایی چی هست؟ ببین فرهادی عزیز، ای که درآمدزایی در کل میتونه مقدار پولی باشه که هر کس از اون طریق میتونه از شغلی که داره، از امو مقدار پولی است که از شغلی که داره او کسب میکنه. ما میتونیم که درآمدزایی را قسم تعریف بکنیم که فرایندی را میگه که شامل هر گونه فعالیت هایی که سود اقتصادی داشته باشه میتونه که درآمدزایی باشه. بله بله دقیقا. و در مورد راه هاش هم اشاره داشته باشین، حالا که افراد با استفاده از کدام راه ها میتونن که به درآمدزایی برسن؟ راه های درآمدزایی در کل خیلی زیاد هست، یعنی ما اگر فعلا رنام بگیریم خیلی زیاد میشه، ولی من به طور مجموعی سه تایش خدمت بینده های عزیز عرض میکنم که بله. اولش ارتباط کلامی سودمند هست که توسط ارتباط کلامی سودمند هر شخص میتونه که یک درآمدزایی خوبی داشته باشه. هر شغلی را که داره با طریقه فن بیانی که بر او بر مشتری خود، یا مثلا یک دکاندار هست، توسط یک فن بیان خوبی با یک اخلاق خوبی میتونه که یک درآمدزایی خوبی داشته باشه. و دوم شغل هست که توسط هر شغلی هر کس فعلا که شغلی دارن توسط دو میتونه که درآمدزایی داشته باشه. و همچنان سومش میتونه شهرت باشه که یکی از راه های مهم درآمدزایی شهرت هست که فعلا در سراسر جهان کسایی که شهرت بالاتر دارن یعنی درآمد زیادتری میتونه داشته باشه. بله دقیقا قسمی که شما فرمودین، یعنی یکی از راههایی که حالا افراد میخواین صاحب شغل شون یه است که ارتباط خوب باید برقرار کنن، یعنی ارتباط خوب با طرف مقابل برقرار بکنن تا همین نحوی درست رفتار کردنشان باعث از این شود که حالا طرف مقابل برشان کار بده. درست است. بله. و یکی از راههای درآمدزایی هم در این اواخر که خیلی مروج شده اینترنت هست. بله. و صفحات اجتماعی. صفحات اجتماعی هم یک از راه‌های خیلی مهم درآمدزایی هست که فعلا نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر کشور، در سراسر جهان البته این مروج هست و هر کس دنبال از این هست که از طریق اینترنت یا موبایل یا یک کامپیوتر بتونه که درآمد خوبی کسب بکنه. در افغانستان خیلی مروج نیست، یعنی به دلیل از اینکه اینترنت گزاف هست و بیشتر در کشورهای اروپایی از اینترنت بیشتر استفاده میکنن و راههای درآمد خوبی هم دارن. هم کاری نیست که مثلا شاقه باشه، یعنی هر کسی که سواد داشته باشه یا مثلا بتونه که یک ذهنی فعالی داشته باشه میتونه از اینترنت هم برای درآمدزایی خود استفاده بکنه. بله بله دقیقاً. با وجود که این مشکلات هست، قسمی که شما اشاره کردین ای که کیفیت اینترنت خوب نیست، سرعتش همچنان، ولی تعداد زیاد از جوانان حالا اونایی که در خانه هستن خیلی اکثریتشون رو آوردن به تجارت کردن از طریق اینترنت. و در ضمن از این ما البته در برنامه کاروبار به عنوان داشتیم که خیلی در دنیای صنعت صنایع دستی وارد شدن و از اون طریق میخواین که درآمدزایی داشته باشن. خب میاییم روی از این که در قسمت راه اندازی یک کسب و کار افراد باید کدام موارد را در نظر بگیرند؟ در قسمت راه اندازی یک کسب و کار افراد باید در نخست چیز را که در نظر می گیرند نسبت به سرمایه ای را که دارند، اول محصولات با کیفیت را برای مشتریان خود عرضه بکنند تا اینکه مشتری زیاد شود و بیشتر بتونه کسب درآمد بکنه و موفق شود در تجارت. دقیقاً. بعضی از افراد هستند که اونا دوست دارن همون
کمیت کالاهایی را که حالا عرضه میکنن بیشتر باشن و به فکر کیفیتشون نیست. حالا متوجه از این نمیشن که چقدر ضرر میکنن از این کار خود، به خاطر از اینکه کالاهای بی کیفیت را شهروندان خریداری نمیکنن. حالا اونا زمانی که میآیند به بازار یک جنس را که میخواین خرید بکنن، مطمئنا در تلاش از این هستن که با همون پول خود یک جنس با کیفیت را خریداری بکنن که حداقل چند سال برشان کار بده. اونایی که کیفیت کالا را در نظر نمیگیرن، به نظر دلیلش در چی هست؟ دلیلش میتونه دلیل اولش فقر باشه، چون کسی که فقیر هست یعنی در کل بیشتر توجهش سر کیفیت نیست. بله، منظور ما از کسان هست که حالا یک کالا را تولید میکنن، اینو چرا کیفیت کالا در نظر نمیگیرن؟ یک تعداد هست، یعنی کسایی که تولید میکنن اونا در نظر گرفتن کیفیت کالا باید توجه بکنن، به دلیل از اینکه امتن و فقط مقدار از ذره توجه میکنن. سلامت باشین بیننده های عزیز، در این لحظات برنامه وقفه کوتاه داریم. دوباره برگشتیم بیننده های عزیز، در دقایق آخر برنامه قرار داریم و همچنان صحبت های ما با بانو رقیه باقی مانده. بانو رقیه عزیز، بگوین که آیا خودتان درآمد دارین و اگر دارین چگونه به درآمدزایی رسیدین؟ خودم تجارت آنلاین میکنم فعلا، که از قبیل بوت و دسکاول است که از طریق آنلاین به مردم به فروش میرسانم. بله، این محصولات را که شما به فروش میرسانین، حالا بوت هست و دستکل، چگونه خودتان خریداری میکنین؟ از کجاها؟ از فروشگاه ها؟ نخیر، خود ما به شکل دیستوزی اونا را سیت میکنیم و بعد از اونا را به فروش میرسانیم. یعنی در بخش صنایع دستی هم فعالیت دارین؟ بله. کدام محصولات را شما یعنی تهیه میکنین؟ در کل امی بوت و دسکاول هست که اونا در به شکل گرافتوزی خانما میدوزن و در قبال از او کرایه میگیرن و ما هم اونا را به فروش میرسن. بله، یعنی پس همکار هم دارین شما؟ بله. چند نفر همکار دارین؟ تقریبا در کل شاید 30 یا 35 نفر. کارتان در خانه هست یا کارگاه مشخص دارین که اونجا کار بکنین؟ نخیر، در خانه هست. در خانه هست و فعلا کاربار صنایع دستی یا همین صنعت گرافدوزی چگونه هست؟ فعلا اگر در قدیما فکر کنیم، ما صنعت گرافدوزی یا صنایع دستی چندان زیادی نبود، ولی فعلا الحمدلله خیلی زیاد شده، یعنی در هر مارکت ها، یعنی اگر بخوایم کار بکنیم میتونیم قرارداد امضا بکنیم و کارهای خود ادامه بدیم. در نمایشگاه مطمئنا که اشتراک می داشته باشیم. بله، نمایشگاه. ان قریب قرار است نمایشگاه های دیگه هم برگزار شود در بخش صنعت یا هم صنایع دستی که به عنوان تولید میکنند و میسازند، آیا اشتراک می داشته باشین یا خیر؟ بله، اشتراک می داشته باشیم، هموطنهای ما بیایند ببینند و اجناس خریداری بکنند. تصمیم دارین که مثلا کارتان را از خانه منتقل بسازین به بیرون از خانه، حالا یک فروش کارگاه ایجاد بکنین و کاربارتان اونجا به پیش ببرین؟ دقیقا، هر کسی که شروع از یک کار کوچک میکنه، شروع بعدش میخواه که به یک کار خیلی کلان تبدیل کنه و یک تجارت را وقتی یک شخص آغاز میکنه، دقیقا که میخواه که به یک جاهای بلند رتبه برسه و ما که فعلا تنها در خانه فعالیت میکنیم، کوشش میکنیم که توسط کارگاه های مختلف و نمایشگاه ها این کار را رونق بدیم و به دکان های مختلف و مارکت های مختلف هم عرضه بکنیم. انشاءالله که همیشه موفق باشین. رقیه عزیز، حالا اگر وضعیت فعلی مالیت را با وضعیتی که در گذشته داشتی و درآمدزایی نداشتی مقایسه بکنی، چی تغییرات را مشاهده میکنی یا چی تغییرات را احساس میکنی؟ خوبی که
یک شخص شروع میکنه به یک تجارت و فعلا که در افغانستان ما میبینیم فروشگاه های آنلاین بسیار زیاد هست. بله. یعنی هر دختر خانومی فعلا که مثلا از نگاه آنلاین چیزی را میفهمه، یعنی شروع کرده به کار آنلاین که این واقعا کار خوبی هست که مردم میتونن به صورت آسان سریع از فروشگاه های آنلاین خریداری بکنن. این که درآمدش نسبت به یک کارگاه یا مارکتی که مثلا بله. اونجا مالها یا کالاها به فروش میرسه بله. فرق میکنه، یعنی درآمد درسته که فروشگاه آنلاین درآمد نسبتا کمتری داره به خاطر از اینکه زیادتر از اینترنت و اینو استفاده میشه و تبلیغات هم بیشتر نیاز داره تا همون جنس شما شناخته شده شود در بین مردم. بله، درآمدش خوب هست، یعنی فعلا هر شخصی که بخواد که کار بکنه، یعنی برای ما دخترایی که مثلا نمیتونیم در بیرون کار بکنیم خیلی خوب است. دقیقاً. از این بگویید که آیا به صورت حضوری هم شما مشتری دارین یا فقط فعالیتتان به شکل آنلاین هست؟ نه خیر، تا حال درآمد اینطور حضوری نداشتیم، یعنی فعلا فقط آنلاین. رقیه عزیز، درآمدزاییتون در قسمت موفقیتتون در زندگی آیا نقش داشته یا خیر؟ دقیقا هر شخصی که شروع به یک کاری میکنه، چی تجارت باشه چی درس باشه حتی، یعنی پایانش رو باید بسنجه. زمانی که ما شروع به کار کردیم در تجارت، یعنی از سرمایه کمی شروع کردیم و فعلا هم خدا رو شکر که خیلی خوب پیش میره و خوب است فعلا. خدا شکر. رقیه عزیز، من بونه آخرین پرسش، من دوست دارم بدانم که چی پلان های را برای آینده، البته برنامه ریزی کردی؟ پلان هایم در آینده است که بتارم از طریق تجارت با کشورهای خارجی، نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان که کشورهای خارجی هست همسایه، من بتانم تجارت آنلاین داشته باشم و همچنان تجارتی که به صورت حضوری. انشالله که میرسی به تمام این اهدافت و اگر حرف و سخن باقی مانده کمی ما در خدمت. حرف پیام خاصی ندارم، فقط که دختران سرزمین افغانستان باید تلاش بکنه، نباید در جای خود بشینه و دست سر دست مانده و زندگی رو پیش ببره، باید کار بکنه، باید زحمت بکشه، انشالله که این روزها هم گذشتنی هست. سلامت باشین. باز هم سپاس از این که دعوت ما رو پذیرفته. سپاس از دعوت شما. یک سپاس هم از شما بیننده های عزیز که تا این دم همراهیمون کردین. این بود صحبت های ما با بانو رقیه محمدی، بانوی که مدت کوتاه میشد وارد دنیای تجارت شده بودند و تجارب خیلی زیاد کسب کردن و صحبت های واقعا جالب و مفید داشتن. امیدوار هستم از کاروبار امروز لذت برده باشین. تا برنامه بعد، تا کاروبار دیگر خدمت شما برمیگردیم. همه شما رو به خداوند پاک و لایزال مسپارم. وقت بخیر، بدرود.